آقا جان در ایران فساد و رشوه داره بیداد میکنه درود بر شما امید دانا هستم امو در خدمتتونم خیلی خوشحالم که با برنامه من همراه هستید آقا فساد و رشوه و اینا در ایران بیداد میکنه بقیه جای دنیا گل و بول بلبله هیچ جای کره زمین فساد نداره فقط ایران داره بحث رژیم صهیونیستی و در پارلمان رژیم صهیونیستی ما متوجه شدیم یکی از نمایندگان پارلمان رژیم صهیونیستی سر و صداش رو در اومده که آقا چه خبر و اینجا فساد قاضی ها رشوه میگیرن و, و و و و خیلی جالبه اینو در نظر بگیرید اتفاقاتی که در ایران میفته ای امپرالیسم در حقیقت رسانه صهیونیستی در دنیا ما رو تحت الشعا قرار میده این خیلی نکته مهمیه در حالی که در مثلا کشورهای اروپا و اینا مثلا رسانه‌ای مثل بی بی سی و دو ای و اینا بخشی ای که فارسیشون که دارن الان 24 ساعته اخبار ایران رو دوبل سوبله بزرگ نمایی میکنن ندارن که اینجوری دوبله سوبله کنن و یک جورایی ذهن مردم رو کلا هم سیاسی سی دور کردن و مردم رو به یک نوعی اخته کردن ولی با این وجود ببینید چه اعتراضاتی برخی زمانها در اسرائیل به ویژه الان این بار گفته میشه این خانم از نمایندگان رژیم صهیونیست میره در پارلمان و سر صداشو داشته باشه چی میگه اجازه بدید بکلش بکلش خب بذاریم هم بگم دور تند زدم حواسم نیست دور تند معمولی شما میگه تمام محله این کشور که اشغال شده خطرناک هستن تمام محله ها אחד و از... میگه یک آدم عاقل هم در این پارلمان نیست در کنست نیست که امروز زنش یا شوهرش و بچهایش را به جنوب تلاویف ببرد و سر این حرف می یعنی جنوب تلاویف ببین چه خبره خیلی جالبه همین رسانه های اسرائیلی اون وقت میان در مورد مسائل ایران میگن آقا مثلا محاله های خطرناک داره فنا خیلی جاها در آمریکا در حالا اروپا کمتر چا جایی که من میدونم ولی در آمریکا به ویژه خیلی محله رو کسی جرئت نداره یک سری ساعت تا بره آقا مرکز لس آنجلس دیگه نام میانم خیابون شیشام و هفتم شما ساعت پنج بعد از به بعد برو تو اون خیابونا بعضا در مناطق دانتان لس آنجلس برخی از منطقه مثل خیابون شیشام و هفتم شما ساعت پنج بعد به بعد دیگه نمیتونی بری ولی چون دستگاه رسانه ای دست اوناست یک فضایی رو درست میکنن برای ذهن ما که آقا وضعیت ایران او خیلی خرابه خیلی داستان داره و الان در تلابیم هم همین اتفاقه و شما نگاه کنید اسرائیل جمعیت چقدره 5 میلیون نفر 6 میلیون نفر حالا با کلا با اون چیزای دیگه هم 7 میلیون بگو وضعیتشون اینجوریه بعد اون وقت ما 87 میلیونیم یعنی خورده ما نیست اسرائیل این انقدر مشکل داره تازه یهودی ها می در تمام دنیا سوپر پولدارا بودن در طول تاریخ دیگه بانکدار آقا بزرگترین بانکدارای دنیا مثل روتلشیت که اصلا پایه‌گذار بانک روتلشیرا کیه خانواده روتلشیرا همه یهودیان که اتفاقا جریان بهاییت هم کمک کردن اون وقت چنین پول هایی که در اسرائیل نهفته است شما وضعیتشون چیه من عمرت شاویر ایام او بالا میگه از این جناه درویی که این طرف نشسته که قطعا نیستن مثلا نمیرن اون جنوب یعنی حالا اینا دعوای جناهیشونه تو دعوای جناهیشون واقعیت های اسرائیل بیشتر معلوم میشه این این شفت میگه هیچ قاضی هم نمیره جنوب شهر میگه بعد از اینجا اتهام میتونه که آقا قاضی های دیوان عالی دروغگو هستن خیلی این نکات مهمه بذار ببینم اینو خیلی کم کنم. زخریش انی گفتم از ده شیازو امروز لهویر تا ایتیمش هم المفلو لا يستيروا بترام تل اویف هم لا ایتیم اخ نيره مستنن ریتری. خبان یک هیچ کدومتون پاتونه به جنوب تل اویف نمیذارید و از مهاجران اریتم خبرنای اریتیان بعضیشون یهودیان این خیلی جالبه. خیلی از این سیاپوستا و اینا که اونجا یهودیان اصلا مورد تبعیض رژیم آپارتاید اسرائیل قرار میگیرن.

خب آقای رئیس پارلمان در اول بچه های کاوش مدیا گرم بابت ترجمه این این کلیپ خیلی کمک به ما میکنه که ما یک در حقیقت مقیاس مخبخش مختصات دقیقی از وضعیت کشورهای مختلف در مورد حالا صحبتی که در مورد ما میکنن در مورد خودشون میکنن این خیلی به ما کمک میکنه و این خیلی مهمه که ببینید وضعیت در اسرائیل چگونه است حالا رئیس پارلمان به رئیس پارلمان میگه تو حرفتو زدی ولی من باید واقعیت رو بگم دقیقه شویوت لا قوی ادونی, آدونی امرت ایت شلخا انی امرت ایمت شلی بیت המשפט העליון היום זו הדיקטטורה המסוכנת ביותר שיש היום בדמוקרטיה המזויפת ببین دیگه چی میگه میگه دیوان عالی امروز خطرناک ترین دیکتاتوری است این که حالا چیز میکنن آه آی اسرائیل تنها دموکراسی منطقه است میگه آقا این خطرناک ترین دیکتاتوری است که در دموکراسی جعلی اسرائیل که در آن زندگی میکنیم وجود دارد دموکراسی اسرائیل دموکراسی جعلی میدونه حالا بماند که ما خود اصل دموکراسی هم کلا کن... چیز غلطی میدونیم ما بگم به تو ما خود اصل دموکراسی رو رد میکنیم چه برسه که دموکراسی جعلی هم باشه <applause> خیم با اسرائیل و انی خوزرت و عمر و مسوکنیم بازم تکرار میکنم این قاضیا دروغگو ان خطرناکن به خاطر شما اثر یک کشور یهودی یه بر جای نخواهد ماند انقدر فساد در اسرائیل زیاد شده این خانم بگم از اون خانم گولان تا جایی که ما یا آماری گرفتیم از اون صهیونیستای دو آتیش چست نگاه نکن اینجا داره داده بیداد میکنه خیلی از اون افراد تندرو مثلا تو جپه مثلا جریانات انقلابی مثلا فکر حسن عباسی اونا میاد حالا نه به این شکل ولی میگن اصلا حسن عباسی اوناست خیلی اعتقاد به رژیم صهیونیستی داره خیلی تنده ولی داره میگه این فسادهای شما به جایی رسیده که ما رو داره درون متلاشی میکنه بگل خبلاتی شهر مدینه یهودیت ای خب این واقعیت هاست واقعیت هایی که گونه دیگری در رسانه ها به ما میخوان بگن میخوان بگن آقا یک وضعیت خیلی خوبی داره همه دنیا همین رژیم صهیونیستی که الان یه عده دارن براش مزدوری میکنن خب ببین شما این رژیم صهیونیستی که اینقدر وضعیت مالی خرابی در کشورش داره داره ماهی یک میلیون پوند به آقای کیوان عباسی در انگلیس میده که رسانه مهد کودک مناتور رو پا نگه داره به جای که این حالا یه برنامه امروز دارم برنامه آخرمه و اونجا توضیحات بیشتری خواهم داد که چه اتفاقاتی داره میفته مسائل چیه و چگونه تمام دنیا دارن به قهقرا میرن ولی بازن دشمنیشون از ایران بر نمیدارن هزینه میکنن که علی ایران بخوان فعال و اکتیو بمونن این یک سری واقعیت هاست که بایستی بدونید. و الان شما دارید میبینید در این رژیم سحیانیسی انقدر ها زیاد شده که چهره های برندار سحیانیس مثل همین خانم گلان داره میگه آقا دیگه شما داغون کردید اسرائیل این فسادا باعث میشه که شما روزی نیست در اسرائیل تظاهرات نباشه به خاطر فشار اقتصادی یه کشور 5 میلیونی که پولدارترین افراد دنیا اسرائیلی هستن اینا در کل تاریخ مالندوزی کردن و و و که نمیتونیم خیلی چیزا رو باز کنیم و بعدم که اسرائیل تشکیل دادن تمام دانشمندان روسی و اینا رو هم جذب خودشون کردن فضا به این شکله به حال قرونتون برم خیلی ممنون که این برنامه رو توجه کردین همتون رو به ایران میسپارم پاینده ایران بدرود